الله خاور خاور حاجی افغانستان هم دقیقا مثل ایرانه. سلام بچه ها، سلام بکس یوتیوب، خوش اومدید به چنل خودتون. اومدی بریم به سراغ یک موضوع بسیار داغ، ادامه همون بحث مهاجرین افغان که اومده بودن و آقای جنرال مبین رفته دیدن کرده از کسا که دوباره برگشتن به افغانستان و صحبت های مطرح کرده برای اینکه آقا بریم ما حالا یه بخشی از پس بگیریم. خاکو اصلا یه وضعی یقشون یه موش بخونه زیر گوششون اصلا یه وضع داغونه. بریم ببینیم که چه خبر آقای جنرال مبین، چه صحبت هایی داره. دمتون گرم بچه، حتما لایک و سابسکرایب بنویسید، نظر خودتون رو بگید، زنگوله این سر بزنید بچه. آره نظر خودتون ببینید آقا، بگیم ببینیم چه جوریه دیگه داستان، مثلا چرا اینجوری داستان پشتش داره. بریم هم یه چنل اور افغانستان با هم دیگه ببینیم، لینکش داخل دیسکریپشن هست، لیتس گو. اورین د زمونږ افغانان راو شړل اوس هغه خاور زمونږ د زمونږ افغانان پر پراتو اوس چاغه تلار اٹک مونږ ته مثلا څنګه چې کرکټ درنو غټه دغه سبا اٹک درنه غټو ان شاء الله. قسم می د په خدای پاتک بس پین بیرغ درته درو د امو د افغانانو د پاره څنګه ویلې. او قشنگ به خدا ها آره خطونشون کرد و قسم خورد که آقا یه جوری من حق همه افغانا رو میگیرم دیگه، نمیذارم اینجوری جنگ بنگ نکنن خدا نکنه باز. آره آجی این کله خر تو پاکستان هم زیاده بچه ها، بمب هسته ای هم دارن، همیشه هم 24 تهدید میکنه. خب بله. کلا آره 24 هم تهدید میکنه، بخواد این مدل تهدیدا بکنه دیگه واقعا جن میزنه تو همه چی. بریم ببینیم که چه جوریه. برنج پختن به مردم دارن میدن، یعنی آره دمشون گرم. یا اونو بر خودش کشید، آم واسه مردم آوردن غذا. این نکاتی که خودت هم گفته بودی دیگه، یعنی ترسیدن نگرفتن. آره گفته بودی که حتما مثلا امارات اسلامی بیاد غذا ببره، یه کارهایی انجام بده که به دل مردم هم خوش بیاد. حالا کارهایی که نکردن اینجوری دل جاد باز کنه دیگه، اصلا دل مردم هم خوش نه، به حتی خدا رو خوش بیاد، خدا رو خوش بیاد. تو که میگی من آقا خدا شناسم، کارم خدا شناسیه. آره اسلام و فلان این حجمو نگاه کنید بچه، بازار شامه. همه خونه زندگی جمع کردن دارن میانو، شبیه چیز شده یه ذره، شبیه اربعین شده. آره مردم همه بایستادن، چه کمپ های زدن تو این وسط زمستون، چادر حرم زاده. نگاه کن چه کمپی هم زدم. اوف تو دلت به خود چادر زده بودم. میدونی چیه؟ خیلی ها بچه باید اول ببینیم این منطقه از افغانستان بچه که هستن رفتن یا کلا میدونن برگشتن ببینیم یا. آره این منطقه علاوه آب و هوایی چه جوریه واقعا، اگه سرد باشه چقدر بعد بزن. من میگم زن و بچه خیلی مهمه. آره بزن دیدی یارو تو ویدیو قبلی گفت که من بخواد قبل اینکه بخواد بیاد زن و بچه من دست بزنه، من خودم پاشدم اومدم. آره دیگه، یعنی اینقدر غیرت داشت یه مجرد یه پسر. طبیعیه که خب شاید سربازی بره هزاران چیز ببینه و سختی بکشه، ولی با زن و بچه تو سرما اینا واقعا خیلی سخته. بچه شما واتساپش هم هستی اگر پیامی داشتی بدی. آقای جلال مبین دقیقا پستش چیه؟ همه جا هست بچه، بگید آقای جلال مبین چه پستی داره، دقیقا چه مقامی داره که همه جا هست. خدایش دوستارش هم زیاده. آره دوستارش هم نسبتا خداوکیلی توی امارات اسلامی افغانستان خیلی بیشتر مثلا طرفدار داره، چون میبینن که این ایمر اون بر میره. خب نه مشخصه دیگه، اگه ویدئویی هم تهیه میشه از اون کاره خب انجام شده دیگه، حتی ظاهر سازیش هم قشنگه به نظر من. آره دیگه بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان و دوستان دل تراشا طریق راسته عزیزان و دوستان و سلیر ازدار بوتل و بدین انگرهار لخار نزمنگ افغانان و ورونو دی خدمت خلق دی دغه افغان مهاجرین دی پار را لګلی دی الحمدلله په دلاره چې مونږ راتللو نن تقریبا تر لاسو زایو زیات ماولی د 4000 4200 4300 4500 کسان فکر کنم فهمیدم. گفت دیگه اومدیم برای خلق الله اینا کار انجام میدیم، همه چی فراهم، چادر و زدیم دیگه براشون دیگه، دارن آبم میارن. خیلی شبیه فاز اربعین شده، روډې برابر کړو. نو الله پاک دې مونږ دغه اتفاق اتحاد دوامدار لري. دغه ظالم اسرایلی گاونډي په مقابل کې چې کله دوی دغه عکس العمل خود افغانان متحد کړل، مونږ کې نه زارسته نه ازبکستان نه تاجک، مونږ ټول یو ملت یو افغانان یو. ببین گفت آقا خیلی جواب اسرائیل رو داد، دیدی
گفت مثلا مثل شکل اسرائیل شده دیگه. ولی حرفش خیلی قشنگ بود، گفت همه افغانا باید یکی بشن، فرق نمیکنه ازبک و پشتو و کلن هزارو اینا نداریم، همه یکی هم. و امیدوارم برابری ها حفظ بشه فقط. ببین چی میگم، آره دیگه، این وسط این برابری حفظ بشه. آره والا کم پریگ دو لا موتر اباسینه یو خاور یو وینه د ازمنګ اعظم د دامو اراده ده لګ درته په قرار شو، لګ درته په قرار شو دسه گزارونه دار کو چې سکاټ میلر مولیا ده وزي نه 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 تکلیف بن سره کوي صحیح کول تکار کو دا برکت کو بس الان چی شخصیت برجسته هم حساب میشه دیگه، اینقدر دیگه تو فضای مجازی و اینا هر جا رفته تو یه چنل برای خودش شخصی داره. آره شخصی هم چنل داره توی یوتیوب، فعالیت میکنن اونجا. فقط یه موضوعی هست، کلا من شنیده بودم مثلا میگفتن طالبان، بچه بعضی بچه ها کامنت گذاشته بودن که آقا طالبان حتی با پاکستان در ارتباط فلان و از این حرفا، خب الان مثلا اینجوری اومدن گرفتن رو اونا، این داستان چیه؟ اصلا میگم سیاست عجیبه، نمیتونیم ببینیم ما کی به کی هستن. آره. کی با کی کار داره، اصلا کی با زنگ کیو داره میزنه، واقعا زنگ کیو دارن میزنن. بریم ادامه بچه. همینطور که میبینید اینجا دارن آب پخش میکنن. داغ از ها what is this خوشحال اوس داوارا یو مال یو یو غریبه اکثر او دارن آب بدنی پون دارن سلفی میگیره. الله خدا خاور خاور. افغانستان هم دقیقا مثل ایرانه، موقعیت گیر میارن باید عکس بگیرن، اصلا مهم نیست که اون لحظه چه اتفاقی داره براشون میفته. من و جنرال موبین یهو وسط جاده. آره این نمیدونم این فرهنگ باید بره بیرون، چه از افغانستان چه در ایران. بچه ها چه خبره؟ آجه شلوغه دیگه. خب بچه انگار شبیه سربازای آمریکاییه. آره نگاه کن عینکا رو نگاه، بعد این حالت چفیه ماننده ها میندازن قشنگ استایل سربازای آمریکایی و اسرائیلی میده اینجا میشه. آره اینم بچه اگه بازی کال آف دیوتی انجام داده باشید سری گستشو اگه اشتباه نکنم، یه شخصیت داره قشنگ با همین کلا همون میبرت جلو دیگه پشت سرمون میره. متحد او جنرال موبین حاجی منش. ببین من امروز زور به یه چیزی دیگه هم فکر میکردم، میگفتم شاید مثلا خودت مثلا امارات اسلامی گفته اینا رو اخراج کن، اینم میشه باشه که مثلا بیان من مملکت خودشون همه جمعیت اوکی بشه زیاد بشه یه جوری مثلا بیان به زورم شده برگردن کشور خودش. خب چه استفاده میخواد بکنه از این موضوع؟ نمیدونم، بیاد برای کشور خودش کار کنه. نمیدونم بچه این فاکتور رو خودتون اگه میتونید مثلا. حالا نمیدونم چیزی که من ذهنم گذشته. آره ببین هر چیزی تو سیاست امکان داره دیگه، نمیشه گفت اینه اونه و صد نمیشه گفت صد چیزی. نمیشه تا 70 اوکی دیگه، بیشتر از 70 نمیشه گفت نمیشه. چیزی رو غذا دارن اونجا واسه شون غذا گذاشتن. آره. من فکرم واسه شون پختن آوردن. نه یه اسم خوش چی چی پلو بود واسه این غذا. چه با شرط سختی هیزم میریزن دیگه، گاز نیست واسه اتوبان. نیست نیست وسیله هاشون چیدن ها. باز خوبه یه سری وسایل خونه شون آوردن مثلا از یه تریلی گرفتن چهار تا پنج تا خانواده دیگه توان مالی داشته آورده، کسی که توان مالی نشه نه آورده دیگه. آره دیگه حاجی بیاد اینجا بشین برو یخچال بخر اینو بخر کنی. خیلی سخت قبول داری آه. اصلا ببین تا صبح میشینیم صحبت کنیم در موردش نمیتونیم اصلا درک بکنیم. بریم با هم دیگه ببینیم اسم این غذا رو. بچه یادم بود و الان تو حضور ذهنم یادم رفته. گوشت و کشمش. آره. و برنج. چی چی پلو میگفتم ولی فکر کنم برنجش هندیه بچه، هر کدومش اینقدره معلوم نیست، شاید هم خود هند چی غذای خودشونه برنج خودشونه. آره شاید هم گوبینو برداشت، فکر کنم برای خودش برداشت.
بچه شبیه هویج پولوه ما همین هویجم توش داره. یه اسم دیگه ای داره نبیم چی چی پولوه. آره میدونم خیلی. بگیم بچه حتما بگیم تو کامنت ها. ای 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 ای. بچه دمتون گرم که تماشا کردید، لایک و سابسکرایب بکوبید، زنگوله اینستا بزنید و حمایت. و امیدوارم بچه دیگه هیچ ایرانی و افغان که نبینیم تو کل جهان آواره باشه، مشکل داشته باشه، بخصوص میگم همشون چه زنا، بخصوص کسایی که زن و بچه دارن خب سخت‌تره. شما باید دو سه نفر دیگه هم هندل بکنید، مدیریت داغ داشته باشی. حالا گوندو آره. دمت گرم بچه‌ها، لایک سابسکرایب بکنید، لینک ویدیو داخل دیسکریپشن هست. حتما زنگوله اینستا رو بزنید، برین از کانالم حمایت کنید. تا ویدیو بعدی بدرود. خدا نگهدار.